موعظه ای ندارم، موعظه رو ما دیدیم. فقط خب رسم کلیسا هست که ما حضورم بتونیم پیام انجیل رو هر هفته بیان بکنیم. برای همین من این تئاتر رو از انجیل یوحنا ازش استفاده کردم. چرا؟ یه بک‌گراند بدم انجیل یوحنا درباره چیه. از اول تا آخر یوحنا قصدش اینه که درباره ایمان ما صحبت بکنه، ایمان آوردن و در ایمان ماندن. و تأکید آخرش هم همینه، آنقدر نوشته شد تا ایمان بیاورید عیسی پسر خداست. از اول تا آخر، از ایمان به ایمان، تک تک ما داریم سفر میکنیم. در این تراژدی غم‌انگیز، در این معجزه زنده شدن ایلعازر، خیلی حرفا نشسته. یوحنا فقط به 7 معجزه اشاره میکنه و این آخرین معجزه‌ایه که عیسی روی زمین انجام داد و قشنگ قلب انجیله. یوحنا 11 و یوحنا، انجیل یوحنا تنها انجیلیه که به تنهایی از نظر چگالی، از نظر سنگینی، بدون اون 65 تا کتاب حرف داره برای گفتن. یعنی اونقدر کافیه که ما ایمان بیاریم. یکی از عجایبه کاری که یوحنا میکنه. ولی اینجا به این سادگی نبود ایمان آوردن. همه ما که اینجا هستیم میگیم ایماندار به عیسی مسیح. اوکی؟ ولی در سختی ها و مشکلات بر ایمان خودمون نمی‌ایستیم. انجیل یوحنا باب 11، چند تا آیه رو فقط میخونم. شخص ایلعازر نام بیمار بود، اهل بهت انیا که دی مریم و خواهرش مرتا بود و مریم آن کسی است که خداوند را با عهد تدعین ساخت. پاتوق عیسی مسیح خونه مریم و مرتا بود. هیچ جا اینقدر نرفت، هیچ جا اینقدر معجزه انجام نداد، اینقدر تعلیم نداد. یوحنا 7 معجزه رو میاد عمدن انتخاب میکنه داخل کل 3 سال که عیسی مسیح انجام داد. اناجیل دیگه 1 سال آخر فقط میگن، اونم معجزات کوچیک و که جایی کسی که دیده نمیشه، زنده شدن دختر یایروس، زنده شدن پسر ناینی، تعداد خیلی کمه. ولی یوحنا عمدن معجزه‌ای انتخاب میکنه که در انظار عمومی دیده شده. پس حرف برای گفتن داره. یکم فکر کنه کلیسا. وقتی میاد تعریف میکنه و مریم و مارتا رو میاد معرفی میکنه یوحنا به ما، میخواد بگه اونا ایمانداران وفادار به عیسی مسیح هن. وفادار بودن، دوتاشون عاشق عیسی مسیح هن مثل ماها، قلبشون مثل ماهاست. ولی در از دست دادن برادرشون آغاز به شکفه کردن. اگر اینجا بودی. چقدر ما تو زندگی این اگرها رو به استفاده میکنیم بچه ها. و من از بازیگرها خواستم که تأکید بکنن رو این جمله. همیشه مینالیم، همیشه فکر میکنیم اگر عیسی اینجا بود همه چی درست میشد. میدونین چرا؟ میدونین مشکل چیه؟ مشکل تمایلات خودمونه. ما میخوایم خدا در جدول زمان بندی ما قرار بگیره، وقتی کارش داریم بغل دستمون باشه. مریم و مارتا غلامی رو فرستادن، گفتن ایلعازر مریضه، فاصله بیت انیا تا رود اردن 30 کیلومتره، یه روز باید پیاده راه بری. عیسی 2 روز دیگه هم وایسا، یه روزم برگشت، 4 روز طول کشید. طبق سنت یهود هم هر کی میمرد همون موقع میبردنش تو قبر یا غاری، هر جایی که بود. اوکی؟ برای همین وقتی دیر کرد مریم و مارتا موندن. این همه ما ساپورت مالی کردیم، این همه عیسی حال دادیم،
این همه اومد خونه ما، این همه الازه رو دوست داشت، چرا تیر کرد؟ من اینجا اسب و اینا نداشتم، وقتی غلام میاد با اسب و الاغ و اینا میان که عیسی رو ببرن، یک گروه میان سوارشو بریم کارت داریم. عیسی میگه نه، بره شکوه خداونده بهش بتا بعد میام. اینجاست که ما ایمانمون آزمایش میشه، ایمان اصلیمون. مریم و مارتا عیسی رو دوست داشتن، حتی مارتا میاد اعتراف میکنه من میدانم تو مسیح هستی، من میدانم تو پسر خدا هستی، چرا به موقع نیومدی؟ مشکلمون اینه. یک جمله دیگه بود، من اصلا روم نشد داخل تواد استفاده بکنم. مارتا میگه عیسی اگر از خدا بطلبی میدانم که تو همه کار میتوانی بکنی. عیسی مسیح رو به منزله یک نبی و پیامبر آورد پایین، خودش هم نمیدونست چی کار میکنم. عیسی خداوند جفتشه، میگه اگر تو از خدا بخوای خدا تو رو گوش میکنه. بابا از عیسی بخوای. پیام اینجا بود. مارتا تو سختی و مشکلات یادش رفت منزلت عیسی رو، ما داخل سختی ها پایین میکشیم، میایم حالا اقامتمون مشکل، ازدواجمون مشکل، کارمون مشکل، چیزهای بیشتر دنیاییه. کسی برای ایمانش که درک کتاب مقدس بکنه نمیاد به پاستر بگه با هم دعا بکنید. مشکلات روزمرمون رو میاریم، ولی عیسی رو چطوری میبینیم؟ بریم کلیسا برامون دعا بکنن، ببین خدا چی کار میکنه، شاید خدا گوش بکنه. ایمانمون نصف و نیمه است. اعتراف هم میکنیم، قصر تعمید هم میگیریم، عضو رسمی کلیسا هم میشیم، خادم هم میشیم. میگیم اگر خادم بودیم خوب میشه، خادم میشیم. بعد هیچی بهم میگه اگر من امکانات داشتم بتونم یه کاری بکنم، خدا اونم میده، اونم میده. همیشه میگه اگر این باشه، اگر اون باشه، اگر این باشه. پیامش برای ما نه امروز. این اگرهای ما تمام نمیشه. و عیسی اینجا عصبانی میشه. اون کلمه‌ای که شما دیدید با مریم داشت گریه میکرد، برآشفت و گریست در زبان یونانی یعنی چیزی بیشتر از آشفتگی، خشمگین شدن و غضبناک شدن. عیسی از یه طرف مونده بود، وقتی نگاه میکرد عشق میگه اینا چرا گریه میکنن، چرا به حرف من استناد نمیکنن؟ مگر من نگفتم برخواهد خواست؟ میدونیم که عیسی مسیح، بله ما میدونیم عیسی مسیح که العازر برخواهد خواست قیامت و حیات، ما خودمون توپی میدونیم که همه زنده میشیم. من الان از نظر جسمانی میخوام زندش کنم. ما روحانی فکر میکنیم. بعضی وقتا که روحانی صحبت میکنم مثل به شاگردان صحبت میکنه، شاگردان نمیفهمن. دوتاش مشکل داره، همیشه ما مشکل داریم. این گرفتاری ماست. و خداوند ما عیسی مسیح اینقدر پر محبته که در ضعف های ایمان ما رو یاری میکنه، بلند میشه و کار خودش رو میکنه، میاد با توجه به تمام طعنه‌ای که شنید. این مردم چی میگفتن؟ آیا اون نمیتوانست کور مادرزار رو بینا کرد؟ آیا الازار رو نتونست بیدار بکنه؟ ببخشید من آیات زیاد نمیخوام، میخوام 15 دقیقه بیشتر نشه. همه دارن طعنه میزنن، طعنه مردم، ضعف ایمان مریم و مارتا، ناباوری شاگردان، و عیسی تنها. چند روز دیگه میره روی صلیب و الان ما شاهد پیش درآمد مرگ عیسی مسیح هستیم که او زنده خواهد شدیم. عیسی میگه واو، پس من وقتی بمیرم اینا همینطوری میشن؟ اینقدر ضعیف میشن؟ من این کار میکنم، منو رد میکنن؟ بله ما رد میکنیم. ما ایمانمون نمیتونیم حفظ کنیم. شعر میخونیم با پاستور آربر، ایمانم را حفظ کنم، اونجا یه پس گردنی بخوریم قشنگ کنسل میشه. خدا رو شکر این ایمان از ما نیست، او خداوند به ما این عطیه رو بخشیده و خودش هم حفظش میکنه. اگر دست ما بود تا حالا از دستش داده بودیم. خودش ما رو حفظ میکنه. کار زیبای عیسی مسیح اینطور بود
علارغم تمام چیزایی که مریم و ضعف انسانی اونا رو دید، ولی باعث نشد که فیض خوش رو عطا نکنه. گفت سنگ ها رو بردارید. امروز تصمیم بگیره کلیسا سنگ ها رو برداریم، سنگ هایی که کنار قلب ماست. چه دیوارهایی بین ما هست، بین ما ایماندارا. من کار به مردم دنیا ندارم. شاید ما خیلی خدمات بکنیم، ده یکمون رو مرتب داریم میدیم، بخشش داریم، گروه رحمت داریم، سرسپردگان داریم، جوانان داریم، خواهران داریم، برادران داریم، خیلی کارهای عجیب و شایسته انجام میدیم، ولی اگر از یک نفر ما اینجا تو جمع خودمون زیر این سقف ناراضییم، هیچ کاری نکردیم. شگالی این یک نفر دلخور بودن از هم دیگه، اصلا نمیتونیم بیام اصلت بیام اینجا مراسم عشای ربانی داشته باشیم. واقعیت عیسی داره با ما میگه. عیسی خیلی قشنگ امروز با این توات بکنم تو ذهنتون بمونه، شاید موعظه من یادتون بره، ولی این توات بمونه که ایماندارا ما هستیم، مریم و مارتا ما هستیم. میایم هم میگیم عیسی دیر کرد. نه، عیسی دیر نکرد. عیسی یه جای بزرگتری رو میخواد باز کنه تو قلب ما، میخواد کارهای بزرگتری انجام بده، میخواد سنگ‌ها رو برداره، میخواد کفن‌های پوسیده کینه و نفرت رو پاره بکنه. جلال بر نام خداوند، جلال بر این خدایی. واقعا من نمیدونم دیگه، حتی قادر به فکر کردنم نیستیم چه این خدای زیبای ما داریم. تمام آفرینش، تمام آفرینش دارن زانو میزنن و شکر میگن به خاطر این اتفاق عجیبی که 2000 سال پیش افتاد، و ما چه آسونگاه اوقات از کنارش میگذاریم. پس پیام من اینه برای کلیسا، خدا رو شکر کنید وقتی که هر کدوم از ما در مرز ایمان و بی ایمانی قرار میگیریم. خدا رو شکر کنیم، چون اونجاست که خداوند عمل میکنه. میگه خیلی ضعیف بودی وحید، پدر دیگه خستم شد، یه سال، دو سال، پنج سال دارم دعا میکنم، تو نمیتونی، من میخوام ایمانم رو پس بگم، دیگه نمیتونم، من دیگه نمیخوام خدمت کنم. همون موقع انجام میده، میگه وحید من میخواستم آماده تر بشی، من میخواستم قوی تر بشی، من میخواستم ایمان تو آزموده بشه، مثل فولاد بتونی وایسی. من قادر بودم همون روز اول همه چی رو بهت بدم، ولی لوس میشده، یه ایماندار لوس من نمیخوام. من یک ایماندار رنج کشیده میخوام، مثل خودم، تا بتونه دیگران رو بنا بکنه. شکر به خاطر بچه‌ها، شکر به خاطر زحماتی که کشیدن، و شکر به خاطر کلیسا که همه بچه‌ها، همه اعضا حمایت کردن، منو قوت دادن و ما تونستیم با هم این موعظه تصویر رو داشته باشیم. جلال بر نام خداوند، جلال بر نام عیسی.